رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر، وقت بخیر. سلام، بفرمایید. دکتر من از آمریکا تماس میگیرم خدمتتون. یه موضوعی واسه من پیش اومده، می‌خواستم نظر شما رو بدونم. من یه حدود 7 سال با یه خانومی آشنا بودیم، در واقع به عنوان دوست. صبر کنید. اول هر دو چند سالتونه؟ من 36 سالمه، ایشون 35. ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟ ایرانی هستن، الان هم ایران هستن. شما از کجا تلید؟ شما که امریکایید. من امریکا هم عرض کردم، ما 6-7 سال با هم آشنا بودیم. من الان حدودا نزدیک یک سال و نیم اومدم امریکا. ما 7 ماهه که یه رابطه لانگ دیستنسی شروع کردیم. تو این 7 ماه من یک بار ایران رفتم، ایشونو دیدم. یعنی در واقع ما 7 سال هم دیگر میشناختیم و 7 ماه. نه صبر کن، من یک کمی گیج شدم عزیز. شما در مدتی که در ایران بودید با هم بودید یا نبودید؟ نه بودید، دوست بودیم. من یکی دو بار هم دیگه با هم رفتیم بیرون. من تلاش کردم که با ایشون ارتباط برقرار کنم ولی ایشون موافقت نکرد، حالا به دلایلی که خودش. شما 7 سال قبل در ایران شروع کردید، به مدت 5 سال و نیم یکی دو بار ایشون رو دیدید، همین؟ بعد شما اومدید امریکا. تو این مدتی که اومدید امریکا به خاطر ایشون پاشید رفتید ایران؟ نه، اومدم امریکا. خب شروع کردم به درس خوندن. خب تو این مدتی که امریکا بودم ایشون متوجه شد که من مهاجرت کردم. یکی دور با هم چت کردیم، بعد من قصد داشتم که خودم ایران برم، نه به خاطر ایشون نرفتم. می‌خواستم برم خانواده‌ام رو ببینم. رفتم ایران. هنوز یه سال و نیم نیومده. آره. شما چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستی؟ من وسطی هم یه خواهر یه برادر دارم. برادرم بزرگتر، خواهرم کوچیک‌تر. شما چی خونده بودید در ایران؟ من تو ایران گرافیک دیزاین خوندم، اینجا اومدم مارکتینگ و ادورتایزینگ می‌خونم. اوکی. خب آخه این فاصله‌ای که شما از فارغ التحصیلیتونه تا اومدید امریکا یه 10 سالی هست. اون 10 سال چه میکردی در ایران؟ 10 سال کار میکردم آقای دکتر. اوکی. یکی از شرکت‌های بعد شما که با این خانم 7 سال اونجا آشنا بودید، با کسای دیگه هم بودید یا نبودید؟ نه آقای دکتر، ما با هم، من در واقع تو این 6-7 سال ایشون رو میشناختم ولی ما با هم ارتباطی نداشتیم. آقا این چه شناختی که میشناختم؟ خب من ممکنه کسی رو 20 سال قبل دیدم که تو بگم میشناختم. خب شما میتونید بگید برم ارتباط نداشتید چرا؟ شاید اصلا نکته ای بودی که من اشتباه کردم، شاید اصلا نباید مطرح میکردم میشناختم. یه چند حالا اونم نه ارزان اون نیست. خب حالا چی شده؟ شما رفتید ایران، چی شد عزیز؟ من ایشون رو دیدم تو ایران، با هم صحبت کردیم، تصمیم گرفتیم که وارد ارتباط عاطفی بشیم، یعنی همدیگه رو بیشتر بشناسیم، وارد ارتباط عاطفی بشیم. خب حالا که از ایران برگشتم این رابطه رو دیگه تقریبا روزانه با هم در تماس بودیم. در چه مدتی است که برگشتید شما؟ دقیقاً از مدتی که چه مدتی برگشتی؟ خب چه مدتی هستید؟ تو این 6 ماهی که برگشتید شما دائما با هم در تماس بودید؟ بله. خب شما در ته مقطعی داری درس میخونید؟ من ارشد. اوکی. ایشون چی خوندن، چه میکنن؟ ایشون هم رشته خودم هستن، گرافیک دیزاین خوندن ولی توی شرکت بازرگانی کار میکنن. ایشون فرزند چندم؟ فرزند اول. از چند تا؟ از دوتا. اون دومی پسر یا دختره؟ پسر. با چه فاصله این؟ فکر کنم 9 سال 10 سال. اوکی. پس بنابراین مادریشون کردن یادم گرفتن پسرها رو اداره کنن، شما هم بچه وسطی ساندویچی دنبال مادر میگشتید پیدا شده. خب نمیدونم. خب حالا جنبه‌های مثبت و منفیه. آها جان؟ هر جور دلت میخواد بگو عزیز من. آقا چون اطلاعات اولت گیج کننده بود برای من، برای حالا میدونم. من عذرخواهی میکنم، ببخشید. نخواهی، شما تقصیرتون نیست. بعد آقای دکتر تو این چند ماه من برداشت خودم رو میگم، حالا میخوام بگم که شما قضاوت کنید یا بررسی کنید ببینید که من آیا اشتباهی کردم یا آیا حساسیتی بیش از اندازه دارم یا اصلا رابطه لانگ دیستنس به طور کلی نظرتون چی؟ آیا درست هست یا نیست؟
تو این چند ماه من حسم اینه که ما هفته های اول که من از ایران اومده بودم رابطه صمیمانه تری داشتیم، بعد به مرور که کمتر شد. ما کلا آقای دکتر موضوعی که داریم و من ازشون ایراد میگیرم اینه که ما فقط تلفنی صحبت میکنیم، گاهی اوقات هم چت میکنیم، تماس تصویری به صورت کلی نداریم، شاید انگشت شمار. خب من موضوعی که با ایشون مطرح کردم، چرا ما نمیتونیم تماس تصویری داشته باشیم؟ ایشون همیشه اکسیوزی داره، میگه الان مثلا بابام خونه است، الان مثلا نمیدونم مامانم داره رد میشه، الان تو ماشینم تاکسی نمیتونم صحبت کنم، الان فلان جام. یعنی در واقع همیشه با یه موضوع درگیری داره. چندین بارم سر این موضوع ما بحث کردیم که حالا چرا فکر میکنی ایشون این کارو میکنه؟ نظری ندارم، حتما نمیدونم، شاید واقعا اینطوریه. من حالا بشین بهشون چند روز پیش گفتم که خب چرا نمیای یه برنامه ریزی بکنیم برای این موضوع؟ آقا هفته یه بار مثلا شما بری یه کافه جایی، من برم یه کافه جایی، با هم دیگه بشینیم تصویری صحبت کنیم. آخه این که اگر ما قراره که برنامه ریزی کنیم برای آینده و با هم یه تصمیم بگیریم برای آیندهمون، این که نمیشه که ما هر روز سلام خوبی، سلام خوبم، خب چه خبر هست، یکم حرف بزنیم، یکم همدیگه رو بیشتر بشناسیم، یکم معاشرتمون بیشتر بشه، بدون اینکه تو استرس داشته باشی کسی بیاد کسی قضاوتمون میکنه یا کسی بخواد حرفی بزنه. ایشون گفت خب خیلی ایده خوبیه، آره واقعا ایده خوبیه، ولی من که حالا من که نمیتونم، من تو طول هفته که سر کارم، شبام میام یا کلاس زبانم یا خستم، آخر هفته بعد با مامانم اینا باشم. گفتم خب پس دیگه با هر جوری که من دارم تلاش میکنم که بخوام. خب شما چرا فکر نمیکنید یه کسی دیگه تو زندگیشه؟ آخه ایشون آقای دکتر به من گفته که من کسی تو زندگی نیست به تو علاقه دارم. عجب، یعنی بر اساس حرفی که ایشون زده، ایشون معلومه فکر میکنه باید جوابگو به یه کسی دیگه باشه، ولی به مامانش و اینا که این بازی رو نداریم. ایشون هفته 10 ساعت هم وقت آزاد داره، 20 ساعت هم داره اگه بخواد با شما باشه، با توجه به فاصله، یعنی با توجه به تفاوت ساعت، برای که اون اتفاقا بهتره. حالا الان موضوعی میگه آقای دکتر، حالا آره شما من بگید توی مدتی که با ایشون صحبت، نه حالا اینو بذار دل کنیم، توی مدتی که با ایشون صحبت که دوست داشت، چیز خوبی که در ایشون فهمیدی تو پیدا کردی تو مطمئنی چیه؟ مهمترین چیز خوبی که در ایشون پیدا کردم. میخوایی زنگ بزنی از دختر یا پسر همسایه بپرسی؟ تو فقط اینجا، تو اینجا فقط خالی تنها هستی، دنبال یه بازی یا بهانه میگردی، معلوم رابطه سالم و درستی نیست. چقدر وقتی هم دیگر دیدید، مثلا چند ساعت یا چند روز روی هم دیگر رو دیدید شما؟ چون یک ماهی که ایران بودم تقریبا مثلا شاید فکر کنم دو روز در میون همدیگه رو دیدیم، یه سفر 3-4 روزه هم با هم رفتیم. چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدید؟ تو اون سفر که نه، ولی بعدش یکی دو بار با هم رابطه داشت. ایشون قبل از شما با کسی رابطه داشته؟ بله. شما با این راحتید؟ من مشکلی ندارم. خب خودم قبلا با کسی رابطه داشتم. نه اینا مساوی نیست. دو سه تا چیز مثبت و خوب ایشون رو به من بگید. دو سه تا چیز مثبت و خوبش خیلی به نظرم آدم آرومی میاد، خیلی آرامش داره. از کجا آرامش داره؟ ایشون برای پیدا کردن یه وقت با شما صحبت کردن مضطرب و نگرانه. چرا شما سکوت یه آدم رو، توقف یه چیز رو آرامش میدونید؟ برای آرامش داره که داره، اینکه آدم بخواد یه کسی که آرامش داره که بهش علاقه من نمیشه. صدا چیز مثبتی که برای شما مهمه، با ارزشه، میتونید روش حساب کنید. مثل که برمیگشتید، درسته که به نظر عجیب میاد، میگفتید ما خب یکی از نظر قیافش آقای دکتر خوباره، خیلی خوب، خب اونو مفهم های که بسیار خوب، اون خیلی هم مهمه، قبول. دیگه چی؟
احساس میکنم آدم باهوشیه. ای بود که شما رو انتخاب نمیکرد. بعد به همون آرامش که از شما گفت که خیلی مورد خاصی نیست. نه چی درباره گذشتهش میدونید؟ چیز خاصی نمیدونم آقای دکتر، یعنی راجبش تا حالا صحبت نکرد. خب اگر زندگی شلوغی داشته چی؟ براتون بس فرقی نمیکنه؟ من آقای دکتر حقیقتش نمیدونم اصلا درست هست که اینو بپرسم یا نه، که مثلا خب تو حتما درسته. خب حتما درسته، کلیات شو که باید بدونید چه خبره. حالا ایشون در خانواده زندگی میکنید یه درسته؟ بله آقای دکتر. خب سنش نسبتا بالاست، بعدم برنامه قبل از ارتباط و آشنایی با شما برای اومدن خارج از ایران داشته؟ نه نداشته، ولی بعد از که همگر ایران دیدیم گفتش که من دارم فکر میکنم به اینکه مهاجرت کنم و برنامه مهاجرت میخوام بذارم. منم قرار شد که تو این راه بهش کمک کنم اونم بتونه بیاد آمریکا. و تو این مدت خب تلاش کردم براش، کاراشو انجام دادم. چه کاری انجام دادم؟ کار پذیرش براش رو گرفتم و فاند. از یه مدرسه خوبی درس خونده؟ از یه مدرسه که همینجاست تو آمریکاه. یعنی چی؟ نه در ایران چی؟ از کجا بودی چون تو رسید براش پذیرش؟ که خب بعض اوقات خیلی راحت میشه گرفت، بعض اوقات مشکلی. پذیرش برای چه دوره ای براش گرفتید؟ برای پذیرش برای دوره مستر گرافیک دیزاین گرفتم توی همین آمریکا از این مدرسه. اوکی مثلا و حالا قرار شده که مثلا من دیگه ادامه کارا رو انجام بدم و ایشون تشریف بیارن برن مثلا کاراشون رو بکنن برای سفارت رو بیان. ولی موضوعی که پیش اومد آقای دکتر، من حقیقت این چند وقت مدام دارم احساس میکنم که من با توجه به تلاشی که دارم میکنم، حالا شاید شما بگین که وظیفت شده، ولی حالا در هر صورت من برای تلاشی که دارم میکنم، این هزینه ها رو پرداخت کردم، کارهایی که کردم، احساس میکنم که من نادیده دارم گرفته میشم. یعنی اونجوری که من دلم میخواد برای من وقت بذاره، تماس بگیره، آقا تو کجایی، چیکار میکنی، چی میخوری، اصلا چیکار داری میکنی، اصلا احساس میکنم شاید یه بار، شاید مثلا در هر 3 روز 4 روز یه بار، خب حالا الان کجایی، چی میخوری یا چیکار داری میکنی. و چند بارم که این موضوع رو مطرح کردم، میگه که تو همیشه با من مشکل داری، تو همش داری ایراد میگیری، چرا من این ایرادا رو نمیگیرم؟ شما چرا فکر کنی رابطه رابطه سالم خوبیه غیر از ظاهر و زیبایی؟ خب همین نمیدونم آقای دکتر، زنگ زدم از شما بپرسم. اصلا لانگ دیستنس درسته نیست؟ لانگ دیستنس میدونه درست باشه، ولی آخه معلوم نیست که ایشون بخواد بیاد امریکا. بعدم اگر بیاد امریکا از کجا که از اینجا خوشش بیاد و راحت باشه. برای شما برنامه تو این است که در امریکا بمونید یا برگردید ایران؟ من برنامه اینه که در امریکا بمونم. خب ایشون هم جزه برنامهش بودی که بیاد امریکا بمونه؟ نه ایشون جزه برنامهش جدیدن به برنامهش اضافه شده که بیاد امریکا. خب بعد برنامهش این شده که بیاد. آقا این سن ایشون بالاست نسبتاً با توجه به وضعیتی که هست، و شما نمیتونید ایشون رو پا در هوا نگه دارید. شما حداقل باید بدونید 4-5 تا جنبه مثبت و خوبی که به هم میخورید، به درد هم میخورید. چند روز راحت میتونید 1 ساعت 2 ساعت راجع به موضوع صحبت کنید با هم؟ منظورتون وقتی در ما هم صحبت میکنی؟ آها یعنی حرف برای گفتن و شنیدن دارید تو؟ آره داریم. آره خب راجع به چه چیزایی صحبت میکنی؟ راجع به اتفاقایی ممکنه در طول روز افتاده باشه یا اون چیز جالبی که دیده، همین اتفاقی مثل من افتاده باشه. ولی چیزی که مثلا شما بگین که یه چیز مهمه، ریشه ای که مثلا تو راجع به فلان موضوع چه فکر می‌کنی، یا مثلا تو دوست داری بچه راجع به این موضوع البته صحبت کردیم، هیچ وقت همیشه میگه که من دوست ندارم بچه دارم بشم. بله خب معلومه، برای که بچه گفتم به شما مادریشو کرده و بعدم شما رو هم به عنوان پسرش می‌بینه. خب بچه نمیخواد شما چه کار کنی؟ من گفتم که من بچه میخوام دیگه. خب حالا با این تفاوت و فاصله میخوای چه کار کنی؟ این جوری مونو؟ نه اینکه شون بچه نمیخواد. آها
یه جوری آقای دکتر با دست پس میزنه با پاپیش، مثلا حالا دوباره من میشه حالا من راجعش سوال میکنیم بعدا. نه خاله خب ببینه، پس بنابراین شما به در رحم نمی کنیم. ببین عزیز، مشخصه آدمایی که بچه نمیخوان هم اینه که دوست شما هست، با یه فاصله ای نقش مادریش رو با استراب و احساس بد داشته و حالا بچه نمیخواد. یه کسی به شما میگم بچه نمیخوام، شما که میگید من بچه میخوام و دوست دارم، تموم شدم. مثل یکی بخواد ایران زندگی کنی که امریکا، چه اهمیت داره بقیه چیزا چیه؟ درست. بنابراین اگر شما نظر منو میخواید، خیلی رابطه سطحی و خالیه. و با وجودی که دو دفعه از شما پرسیدم جنبه های مثبت چه، اصلا حرفی برای گفتن نداشتید. بله. یه کمی تو این زمینه اولا بیشتر بدونید عزیز، یعنی هم بخونید. پیشنهاد میکنم چرا ازدواج چرا طلاق، پنجا باید نباید من رو بگیرید بخونید، یعنی نه که بخونید بشنوید، بعد هم ذره موضوع رو جدی بگیرید. چون به دو دلیل، یکی شما در سن و سالی نیستید که بخواید بازی بازی کنید، باید تکلیفتون رو بدونید. دوم ایشون هم نیست، نمیتونه اون رو یکی دو سال نگه داری بعد بگی نمیخوام یا نمیشه، بیا بیاد اینجا بدن نشه. شما اون وقت زندگی او رو به هم ریختید. یه ذره با آهسته حرکت کنید، با مسئولیت حرکت کنید و واقعا ببینید چه خبره. برای که شما اینجا خالی و تنها هستید، خب اون وقت رو پر میکنه، ولی با بهانه‌هایی که میگیره یا حرفایی که میزنه من خیلی باش راحت نیستم. یه خبرایی هست، یعنی ای بس های چیزایی که شما به هم نمیخورد و به درد هم نمیخورد. مثلا یکی از موضوعات آقای دکتر که راجبش صحبت کردیم، مثلا خب مثلا تو نمیتونی تو اتاق خودت یه دقیقه تماس تصویری بگیری با من صحبت کنی، در اتاقت ببندی؟ بعد میگه ما تو خونمون نمیتونیم در اتاق، من ما تو خونمون رسم نیست در اتاق ببندیم. حالا اون مسئله شما نیست، یه دختر 35 ساله میتونه بره خونه دوستش از اونجا با شما صحبت کنه. تازه میتونه بره همطور گفتی توی کافه بشینه صحبت. یعنی اصلا این چیزی نیست که ایشون بخواد برایش دلیل و بهانه بیاره، نه ایشون یک کسی دیگه تو زندگیشه، اون مواظب بشه اینی که از اون میترسه. بنابراین بذاره ببینه چه خبر است. من چیز میکنم، من ممکنه موبایلمو بدزدن یا من نمیتونم، یا اینکه من این آخر هفته خونه دایی مامانم میخوام برم، بعد یهو میگه نه عروسی هم دعوت دارم، حالا نمیتونم این هفته بیام. پس اینا به نظر شما همش بهانه تراشیه؟ از نظر من ایشون نگران است که کسی دیگه متوجه بشه، چون منم تو اینستاگرامشون یکی دوبار کامنت گذاشتم برای پیجش، عکسی که گذاشته بود هیچ جوابی نداد. گفتم خب چرا تو هیچ جوابی نمیدی وقتی ادعا، یعنی میگی که آقا ما با هم توی رابطه هستیم، من برات کامنت میذارم جواب بدی؟ خب من برای همه رو جواب نمیدم. خب شما اگر همه هستید من دیگه حرفی ندارم. ببینید چی روی دفعه شده دید چی؟ من خیلی خوشحال نیستم از اون چی که میشنوم عزیز. این تصمیم و انتخاب شماست. اگر هم میخواید ادامه بدید آهسته برید، ولی لطفا چشم و گوشتون رو کاملا باز کنید. و من همیشه عرض کردم بعد از این مدت که از یه کسی خوشتون اومد دیگه دنبال چیزای خوبش نرید، برید ببینید چه چیزای بدی میتونه داشته باشه که با اون شما خوشحال و راضی و راحت نیستید، اونو پیدا کنید. آیدوش من باستم بابت همین موضوع کامنت ها فکر کردم که خب ممکنه یه دختر خب شما دنبال فامیلشون ببینه. شما اگر دنبال بهانه میگردید یا دلیل پیدا میکنید، نه چک کنید یه خبرایی هست. بعدم در باره گروه هزینه هایی که تا الان داده بودم برای دانشگاه حدودا یه عددی شده بود. مثلا چه عددی شده؟ مثلا حدودا $1,000. چند روز پیش بهشون گفتم که من به این پول نیاز دارم، خب لطف کن، چون دیدم بابا اصلا هر کاری من میکنم باید دوست بهشون یه بهانه و یه خب حالا چی گفت؟ بله گفتش که باشه من میرم
تو چند روز آینده صرافی این پولو برای دوستت میزنم تو ایران. حالا هنوز نرفته، قرار شده این کار برای من بکنه فرد. یه دقیقه صبر کنید، ولی اون البته اونقدر مهم نیست، چون شما براش میتونید بیش از $1,000 بیارزید برم اگر بخواد بیاد امریکا. به هر حال این هزینه رو باید انجام بده. آهسته برو عزیز، من خیلی خوشحال از آنچه میشتم نیستم.